ستونای دل. آقا چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ شنیدم که اخبار اومده. چه اخباری؟ اخبار ماتریکس شو، قسمت دوم اخبار ماتریکس شو اومده و ما میخوایم ببینیم چه اتفاقایی در این هفته گذشته افتاده و راجبشون اگه صحبتی هست صحبت هم بکنیم حتما. بذار ببینم، 2 دقیقه است و همین دیگه، مورد خاصی نمیمونه. بریم که داشته باشیم ستونا. دوشنبه اومده فکر خبر کن، محمد اومده هدفون سر کن. بابا تو مگه قرار نبود فقط یک شنبه بیای؟ ببین تو هفته گذشته رفت فارسی انقدر کبیر بود که خدا وکیلی می‌خواستیم این هفته اصلا برنامه نسازیم، ولی از اونجایی که دلتون برام تنگ میشه و دایرکتون پر محمد بی تو اصلا ما تو قطعا شده، تصمیم گرفتم که یه دست روی سر روی رفت فارسی بکشم. تو هفته گذشته یه شاد از دوکیون فینال بمنشه شد که آثار خشم و خنج و ناخن رو پیشونی هیپوپولیشیست میشد دید. ظاهرا در مرحله کد به توافق نرسیدن و دوکی خشیمشی شده. در همین حین یه دندون پزشکی تو تهران هم اسپانسر خشیمشی شده و به بهترین شکل ممکن دهنش سرویس کرده. از همین تریبون برای کاکی تو تهران هم اسپانسر خشیمشی شده و بهترین شکل ممکن دهنش سرویس کرده. از همین تریبون برای کاگان آرزوی سلامتی و طول عمری برعکس قدش میکنم. او بی خیال، نمیخوای خبراتو بدی؟ جون تو به کسادی خبر خورده، مجبورم علیکی فولش کنم دائمی برنامه رو. تو هفته گذشته یاس و حسین که همکاری کردن دیگه شاتی از خودشون ندادن. فوتک برای بار هفت رپر اون دیگه خیلی وقت آهنگ نمیدن، یا عکس منتشر میکنن یا توییت میزنن. بابا بسه، خدای بسه دیگه. یه در هفته گذشته کمکاری کردن شاتی از خودشون ندادن. رئیس قدش میکنم. آه بی خیال، نمیخوای خبراتو بدی؟ جون تو به کسادی خبر خورده، مجبورم علیکی فولش کنم دائمی برنامه رو. تو هفته گذشته یاس و حسین کمکاری کردن دیگه شاتی از خودشون ندادن. فوتک برای بار 76 تاکید کرد که پروژه امیری پروژه خفنیه. البته چه فایده وقتی من توش نیستم. حمید صفت ششو زد و از حالت دیفالت خودش خیلی خنده‌دارتر شد. سوگندم یه دیس بود. حمید صفت بنده خدا هر کاری میکنه مورد نقد قرار میگیره. من توش نیستم. حمید صفت ششو زد و از حالت دیفالت خودش خیلی خنده‌دارتر. پوتک هم 40,000 بار گفته امیری خفنه. به خدا اگه امیری از گیم آف ترونز الان کمتر باشه من ناراحت میشم. البته پوریا حالا یه از نظر شخصی من نمیدونم اشتباه باشه یا نه، یه اشتباهی که به نظر من پوریا میکنه اینه که کارهای خودش رو اوورسل میکنه، زیادی از کارهای خودش تعریف میکنه، انتظارها میره بالا. اینجوری میدونی چی دارم بهت میگم؟ یعنی من یادم سر فیت با هیپوپولوژیست، خب میخواست هایپ کنه قضیه رو، اوکی ما میدونیم بالاخره میخواستی هایپ کنی، ولی اتفاقی که افتاد این بود که گفتش یه داره و الف داره و سه، همه گفتن آقا یاسه فلان، دیگه ذهن مخاطب به کمتر از یاس قانع نشد. میدونی چی دارم بدونیم؟ بهم میگن اوورسل کردن. وقتی زیادی از یه چیزی تعریف کنی توقعا بره بالا، هر کاری هم کنی اون توقعه رو نمیتونی برطرف کنی. همین دیگه. البته تو استوری نگفته که امیری خفنه، گفت امیری نزدیکه، از چیزی که فکرشو کنی نزدیکتر. البته چه فایده وقتی من توش نیستم. حمید صفت ششو زد و از حالت دیفالت خودش خیلی خنده‌دارتر شد. سوگندم یه دیس کشنده به زخمی داد در حد پوی و گادپوری هم این هفته اندکی بارمتر بود و به جز همسایه بالاییشون که با صدای بلند داشت فدایی گوش میداد کسی رو دیس نکرد. سیجل موفق شد که یک پری دریایی شکار کنه و بخواد وای همسرشه سیجل خیلی عجیبه. بلنداش فدایی گوش میداد کسی رو دیس نکرد. سیجل موفق شد که یک پری دریایی شکار کنه و به خاطر امنیت کودکان 3 تا 12 سال در سطح شهر متاسفانه با آزادی و مرخصی تطلو از زندان موافقت نشد. در همین راستا تطلو با یکی کردن خار مادر دادگاه و قاضی با احترام کامل بزرگترین انگشت دست چپش تقدیم زندانبانا کرد و به سلولش برگشت. محمد تو مگه قرار نبود رپ جهانی کنی؟ ولکن برنامه رو، برو به اهدافت برس دیگه. یه بار دیگه رپ جهانی نکرده هنوز. هنوز رپ و جهان موقع ما میگفتیم میخندیدن، میگفتن وای محمد میخواد جهانی کنه، کجایین بچه سالها کجایی؟ واقعا کجایین؟ آقا پاش باشید، پای حرفی که زدید باشید دیگه. این بچه که خودش پای حرفش نی، شما پای حرفتون باشید. چی شد با یه دوتا اجرا مثلا تو اجرای پولی تو 4 تا برنامه خارجی مثلا چه اتفاقه؟ اصلا تو رو با دریک فیت بده،
رپ فارسی به صورت کلی قابلیت جهانی شدن نداره، به خاطر اینکه زبان فارسی تعداد کمی از افراد دنیا زبانشون زبان فارسی. زبانو باید بین المللی کنی. چی میتونید مثلا چی رو بگم، رپ انگلیس شاید جهانی بشه، رپ آمریکا شاید جهانی بشه، به خاطر اینکه زبونشون زبون همه است، یعنی همه متوجه میشن. ولی رپ فارسی رو جهانی کنی، رپ ایتالیایی رو جهانی کنی، این چرت و پرت رو با بدیم برسن. زن خوار مادر زاد گاغازی با احترام کامل بزرگتری انگوشت دست چپش تقدیم زندانبانا کرد و به سلولش برگشت. محمد تو مگه قرار نبود رپو جهانی کنی؟ ولکن برنامه رو، برو به اهدافت برس دیگه. یه بار دیگه تیکه بندازه قاب عکستو میذارم تو انباریا. کمتر از چند روز پیش ترک جدید پیشرو که قرار بود از رادیو جوان بیاد خوشبختانه قراردادش فسخ شد و از رادیو جوان پخش نشد، اما متاسفانه همون ترک از چنل پوتک پخش شد. طبق آخرین خبرام داریش که یکم در حال کار روی ترک چرا از رادیو جوان هم پخش شد. خیلی انتقاد داشت این قضیه، ولی هیچ کدوم از اما عجیبه، طرف آرتیسته بعد میگه که یوتیوب فارسی لو کالچره، میگه توییتر مزخرفه، یوتیوب فارسی لو کالچره، بعد خودش اندازه چی بهت بگم متوجه نمیشه که آقا اون اصلا پروژه سیناب بود. یعنی تو دیسی که دادی ستونم خورده به سنگ، تو دیسی که دادی به پیشرو نخورده، خورده به سیناب. خب حالا برو منتظر بکت از سیناب باش ببینم بیف میکنین با هم یا نه. ولی به صورت کلی اون پروژه پیشرو نبود، پیشرو فقط توش یه فیت داشت، همین. و صاحب پروژه تصمیم میگیره که کجا به کی بفروشه پروژه رو، چی کار کنه، موزیک ویدیوشو چجوری بگیره، یا مثلا این چیزایی که تیکایی که جی جی انداخت، من داشتم یه روز داشتم میخنده او با چطور ممکنه تو آرتیست باشی و اینو ندونی که پروژه اون نی. و دیسکو پیشرو رو آقا اوکی و اوکی هم با این قضیه و یه کار نکنید که بعدم بخندن بهتون. خیلی دابلو بود این همه تو مارکت باشی و آخر ندونی همچی چیزاییو. پیشرو که قرار بود از رادیو جوان بیاد خوشبختانه قراردادش فسخ شد و از رادیو جوان پخش نشد، اما متاسفانه همون ترک از چنل پوتک پخش شد. طبق آخرین خبرام داری سیناب هم نامردی نکرد، تصویریشو فروخ به پوتک، صوتیشو فروخ به رادیو جوان، یه توفاله نذاش برای موزیک. چه یکم در حال کار روی ترک جدیدش به نام اگه یه روز رفتی سفر مواد با خودت نبر هستش. در آخرم یادی کنیم از تاریخ، یک سال پیش در چنین روزی دوشنبه بود. جالب اینجاست که الان هم دوشنبه است. آرزو میکنم رپ فارسی اینقدر ساختلایی نباشه و تا یک دوشنبه یا یک شنبه دیگه وزیر زولیمان شو دیگه بدرود. تموم شد؟ فکر کنم آره. خدا رو شکر. زیرو تونی وان شو. اوکی 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 تر. این بود از اخبار هفته گذشته رپ فارسی. نظرات خودمونم گفتیم راجبش و اینکه این به نظر من اگه با امینم هم فیت بدن باز رپ فارسی جهانی نمیشه. الان یه دوتا اجرای پولی و این چیزا اصلا ملاک نیست. به همه اون روزا فلانی اونجا اجرا داشته، باشه چجوریه پس بیشترین ویو میشه برای یک فرد ایرانی؟ میدید چی دارم بهت میگم؟ بعد اون ویو هم مثلا ویو خودش نبود که، ویو فلکسی کرد، ویو فلکسی بود که کرده بود. اون طرف گفتش آقا من دارم جهانی میگم، پرچم رپ فارسی رو کوبیدم، همه ما هم ببخشید ایرانی هم همه جوگیر، همه بدو بدو، ملت همیشه در سانه، او افتخار مایی. چی شد؟ و اینکه همین دیگه، قابلیتشو نداره به نظر من. یعنی نه تنها من جلوی این آدم که با فلکس چرت و پرت اومده بالا، با دروغ اومده بالا وای میستم، بلکه حتی اگه قدیمی ها یا هر کسی، من اصلا دادش من خودم قبولت داشته باشم تو همچه حرفی بزنی دیگه قبولت ندارم، چون ببخشید مخاطبو چی فرض کردی؟ من اصلا کاری ندارم تو کی، یعنی با گول زدن مخاطب ویو جمع نکنید. آقا ترکتون خفن باشه بیا ترکید، دروغ گفتن نره که. رپر مورد حمایت یاس با مثلا یه دونه اسکرین شات از یاس برام فرستاد، به عمو یاسر گفته بود که عمو یاسر خیلی مهربونه، خب کلا این حرفا رو میزنه، گفته بود که موفق باشی ادامه بده گل پسر. خب همینو مثلا بیای بکنی فلکس بر بالا اومدن، خب داداش کارت خوب باشه بیا بالا، من اصلا مشکلی ندارم داداش، اصلا حال میکنم، ایول طرف کارش خوبه دیده شد. علی با دروغ و فلکسای چرت و پرت و این داستانا من
بیشترین فلانو کردم، من نزدیک فلانشم، من میدونی بخوام مثلا هر کدومو بخوام مثال بزنم صاف میرسید به آرتیستشو سر بی خیال دیگه. ولی خودمون میدونیم دیگه کیا با فلکس اومدن بالا یا هنوز طرف میخواد با فلکس بالا بمونه. من اولین فلان چیز ایرانم، من بیشترین فلان ایرانو دادم، من اولین ترک فلان چیز ایران. بابا بی خیال، ترک تو بده داش خفن باشه میترکه. و این زشته دیگه به نظر من. عشق دلید، عشق دلید بچه ها، دوستتون دارم شدید. ویدیو رو از دست ندید. چشید چشید.